سلام خدمت برعکس گل یوتیوب فارسی. امروز با هم دیگه تو این ویدیو قراره بررسی بکنیم یوتیوبرهای مورد علاقه منو، یعنی یوتیوبرهایی که من تقریبا بیش از 2 سال یا 1 سال و نیمه که دارم دنبالشون میکنم، به طور دیگه باهاشون خانواده شدم دیگه، اینقدر باهاشون احساس رازی میکنم و محتواشون دارم دنبال میکنم. قراره یوتیوبرها رو براتون معرفی بکنم که اینا چه کسایی هستن، تو چه فیلدی دارن محتوا رکورد میکنن و محتوا سازی میکنن. برای بچهایی که کانال یوتیوب کم آوردن دنبال کانتنت خوبن، خوب منظورم هم لازم سرگرمی هم لازم مفید بودن محتوا، یعنی جفتش رو تقریبا بچه‌ای که دارم معرفی میکنم این ویدیو، جفت این فیلدا رو پشتیبانی میکنم، یعنی هم محتوای بامزه و خنده‌دار براتون درست میکنن، هم محتوایی که آموزنده باشه، یه چیزی به علمتون اضافه بکنه. این دوتا فیلد رو امروز قرار براتون معرفی بکنم توی این ویدیو. پس اگر که محتوا کم آوردین، دنبال یوتیوبر خفن هستین، دنبال کانتنت خوب هستین، این ویدیو رو تا آخر حتما تماشا بکنین. توی دیسکریپشن مینویسم که هر ثانیه ویدیو قرار راجع به کدوم یوتیوبر صحبت بکنم، اینترو و خلاصه همه چیزش رو می‌نویسم. میتونین اگر حوصله‌اش رو ندارین ویدیو رو بزنین جلو توی سکشنی که دوست دارین ببینیدش. آن یاد عرف اینو بگم، اینقدر عجله‌ای صحبت کردم، دلیل این که چرا فلان یوتیوبر برام محبوبه هم میگم بهتون که از چی این یوتیوبر خوشم میاد. پس آخر ویدیو با من همراه باشین. مرسی از حمایت هاتون، لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب و تلگرام و کانال یوتیوب توییتر رو دیگه اینستاگرام فراموش نشه که بشه دوباره دلگرمی ویدیو رو اگر دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین، اینا همش باعث حمایت از ما میشه و اصلا یه انرژی مضاعف برای اینکه ما بتونیم فعالیتمون رو ادامه بدیم. دمتون گرم. خب دیگه بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، سریع بریم سراغ معرفی یوتیوبرها. ببین کسایی که میخوام تو این ویدیو معرفی بکنم براتون از ترتیب رنکینگ، یعنی کسایی که الان میخوام معرفی بکنم رنکینگشون پایینه، تا همینطور لول به لول که میریم بالا میرسه به اون یوتیوبرایی که اصلا دیگه رنک یک منه، یعنی اصلا این یوتیوبر هنوز محتوا آپلود نکرده، من کلیک کردم محتواشو دیدم. پس کسایی که الان قرار رو معرفی بکنیم شاید خیلی جالب و باحال نباشه براتون کانالاشون، ولی خب همینطور که میریم جلوتر کانالای جالب‌تری رو براتون معرفی می‌کنیم. اولین یوتیوبری که میخوام براتون معرفی بکنم جیمی زیراک، اگر اشتباه نکنم. من جیمی رو اسم ایرانی هم داره، خوده اسمش یادم رفت، ببخشید اگه دارین ویدیو رو می‌بینی. من کانال توییترش رو گم کردم، یعنی پیج یوتیوب رو پاک کردم، کانالش هم رفت، ولی خب واقعا بچه بسیار بامرامیه. اول در مرحله اول خیر بچه گلیه و دلیل اینکه من این آدم یکی از یوتیوبرهای محبوبمه اینه که محتواهاش توی سبکی که من دوست دارم. سبکی من دوست دارم چیه؟ سبکی مثلا طبیعت‌گردی، آشنایی با فرهنگ یک کشور دیگه، و بیشتر به خاطر اینکه آشنایی با فرهنگ ژاپن موضوع کانالش من دارم دنبالش میکنم. و این نکته خیلی باحالی هم بهتون بگم اینه که راوی با مزه، یعنی وقتی که داره داستان رو برات روایت میکنه خستت نمیشه و با مزه داستان ها رو روایت میکنه، یعنی تو همه انرژی میگیری از حرف زدنش. خب همین که خیلی چیزای جالبی رو به تصویر میکشه، یعنی مثلا دست میذاره روی فرهنگایی از ژاپن که برای ما ایرانی ها خیلی جالبه و اصلا نمیدونستی اصلا همچین چیزی هست، و خیلی خوبم این فرهنگا رو توضیح میده، یعنی قشنگ با یه زبون عامیانه میگه، چون با یه زبون ساده قشنگ توضیح میده که تو قشنگ متوجه بشی که این فرهنگ ژاپنی اصلا چی شما فرق میکنه و چطوری فرهنگشون. اگر که دوست دارین راجع به فرهنگ ژاپن بدونین، اگر که دوست دارین محتوای فان ببینین، کانال جیمی رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم. اسم دقیقش رو میدم، ولی خب آدرس کانالش رو توی دیسکریپشن میذارم، میتونین دنبال بکنین. پس توی دیسکریپشن اولین آدرسی که میبینین آدرس کانال جیمیه. مورد دوم بچه ها بیشتر یه حالت حمایتی داره، من دوست دارم از این آدم حمایت بکنم، حالا دلیلش هم میگم چرا میخوام ازش حمایت بکنم. شخص دومی که میخوام براتون معرفی بکنم اسمش حمیده، تازه فعالیت شروع کرده، کانالش یه خورده باگ ماگ داره حقیقتا، یعنی خوب محتوا تولید نمیکنه، محتواش اصلا خیلی فان و باحال و بامزه شاید نباشه از نظرتون نسبت بقیه یوتیوبرها، چون بقیه یوتیوبرها خیلی مثلا چطور بگم فان بیشتری داره محتواشون. خب ولی حمید مثلا یه خورده روی این قضیه کار میکنه، یه مثلا روز اول خودمه دیگه که کانال تازه زده بودم مثلا خیلی خوب نبودم. چرا دارم حمیدو معرفیش میکنم؟ بسیار بچه‌ای با مرامیه، چون بهم کمک کرده. خب ببین، یعنی من هر وقت هر جا هر سوالی هر چیزی ازش داشتم بنده خدا آنلاین شده برام، من جوابم داده، پشتیبانی کرده، حتی این ویدیویی که دارم آپلود میکنم وی پی انش رو حمید داده بهم، کاملا رایگان بهم داده. شاید اکانت وی پی انش شاید مثلا 1,400,000 اینا براش هزینه داشت، ولی خب رایگان در اختیار من قرارش داد بنده خدا، و واقعا بچه گل و بامرامی. اگر میخوایم ببینیم حمید که، ببین حمید بچه نامشهوری نیست، یعنی فکر نکنید اصلا آدم نامشهور دارم براتون معرفیش میکنم به خاطر اینکه وی پی ام بهم داده، نه. حمید و اکثرتون با یکی از مسئولاتش کار کردید، حمید ادمین ایران فیلمه، یعنی بود سایتش رو تعطیل کرد، من دقیق نمیدونم چرا ایران فیلمو تعطیل کرد، ولی خب مثلا کار خوبی کرد که تعطیل کرد، انقدر که توی ایران بعضی اینکه این سایتای مزخرف فیلمی و فلان و فلان اومدن بالا،
دارن دهن این سایت های دانلود فیلم رو سرویس میکنن و سایت های خیلی کمی الان فعالن. حمیدم به نظرم به خاطر یکی از ضررش به خاطر همین قوانین و از اینجور داستانا فکر کنم خیلی بهش گیر میدادن و مجبور شد سایت ایران فیلم رو متاسفانه تعطیل بکنه و من خیلی ناراحت شدم از اینکه این خبر رو خوندم. تا داریم راجع به سایت دانلود فیلم صحبت میکنیم میخوام این موضوع مهمی هم بهتون بگم. بچه ها اگر که شما از بچهای تانی موویز خبر دارید، میدونید که کجا دارن چیکار میکنن، آیدی اینستاگرامی توییتر یوتیوب چیزی ازشون دارین، حتما برا من بذارین. خیلی دوست دارم بدونم بچهای تانی موویز الان کجان و بعد از سایت تانی موویز چیکار کردن، چون سایت تانی موویز واقعا بچگیای منو ساخت. این سایت خیلی من باش خاطر دارم، خیلی حس خوبی دارم از این اسمشون و برندشون و فعالیتشون و واقعا دوستم بدونم که الان کجا دارن چیکار میکنن. پس حمیدو به عنوان یه یوتیوبر تازه کاری که دوست داشتین دنبالش بکنیم، توی توییتر هم خودش توییتر پرباری داره، محتوای درست تولید میکنه و محتوایی داره که ارزش دیدن داشته باشه. حمیدو نظر من یوتیوبر بعدی که قرار بهتون معرفی بکنم کسی نیست جز میسم سی ای. درست گفتم، میسم سی ای کارش چیه؟ این سی ای مخفف کانادا است. خب میسم کانادا توی کانالش راجع به مهاجرت به کانادا ویدیو داره میسازه، چطوری مهاجرت بکنیم، چجوری اپلای تحصیلی بکنیم، چجوری لینکدین بسازیم. یه دوره‌ای هم داره، نمیدونم دقیقاً دورش خود راجع به چی بود، راجع به لینکدین هم چه چیزی بود. میسم باز از اون بچه‌ایه که ببین واقعا توی کانال یوتیوبش خودشه. ببین اینو بگم توی پرانتز، خیلی از یوتیوبرهای مشهور که من حالا دوست ندارم واقعا اسمشون رو ببرم، توی کانالاشون اصلا خود واقعیشون نیستن، تماما دارن فیلم بازی میکنن و دارن با یه سری دوز و کلک قشنگ مخاطب جذب میکنن. یک سری از حاشیه‌ام اخیراً راجع به یه بنده خدایی توی یوتیوب پیش اومده بود که به این حرفایی که الان دارم میزنم مدرک میده، سنخیت میده، همچین چیزی بهش میده و خلاص به حرفام اعتبار میبخشه. من دقیقا نمیدونم بعد چجوری بگم اینا. خب در کل میسم بچه‌ای که قشنگ توی محتواش خودشه. خب و ما مثلا خود من بارها بهش دایرکت دادم، صحبت کردیم، حالا نمیدونم ادمین، فکر نمی‌کنم ادمینش بود، من خودش داشت با هم صحبت می‌کرد. خیلی وقتا بنده خدا وقت گذاشته برام، صحبت کردیم با هم دیگه، اگر سوالی داشتم ریپلای زدم، چیزی گفتم و اینا. و واقعا من شخصیتش رو بسیار دوست دارم، بسیار آدم باحالیه، پروداکتیو، اینو خیلی من دوست دارم. یعنی یه جورای بچه ها میسم الگوی منه توی پروداکتیو بودن، خیلی اهل کاره. یه چیزی هم داره، یه شعاری هم داره، میگه work hard play hard، یا نمیدونم دقیقا چی میگه، ولی معنیش میشه این که سخت کار کن سخت تفریح کن. یعنی موقع تفریح قشنگ برو چیشو بگو، ولی موقع کارم اصلا قشنگ برو کارتو انجام بده. و واقعا توی چنلش هم یه همچین بالانسی رو داره پیاده میکنه و من خیلی از سبک محتواش و کلن شخصیتش، راوی قصهش رو واقعا دوست دارم، واقعا عاشقشم، خیلی این بشر مشهره. یوتیوبر بعدی که قرار بهتون معرفی بکنم میشه چهارم یا پنجم، نمیدونم دقیقا، سام صابریه. سام صابری رو من به خاطر این دوستش دارم که واقعا ببین، یعنی اگر از من بپرسن یه شخصی رو بهمون بگو که 100% به شغلی که انتخاب کرده مچه رو به اون معرفی کنم، میگم سام صابری. ببین سام صابری رو واقعا انگار متولدش کردن که این بشر بشه یوتیوبر استریمر، انقدر که سوار کاره. ببین خیلی سوار کاره. ببین مثلا یکی از ویژگی‌های خیلی خوبش به نظر من که خیلی روی مشهور شدنش و روی بالا اومدن چنلش کمکش داره میکنه زبون چربیشه. سام صابری به شدت زبون چرب و خوبی داره و مخاطب به خاطر همین قضیه، حالا دارم میگم چرب منظور بد نگیرین، نه، با مخاطب گرمه. یعنی مخاطب اصلا وقتی داره ویدیوهاش میبینه و با ویدیوهاش تعامل برقرار میکنه، اصلا این حس رو نمیگیری که اصلا با یه آدم غریبه داره، اصلا داره ویدیو یه آدم غریبه رو میبینه، اسم میکنه اصلا دوستش اونجا نشسته داره ویدیوش رو میبینه. سام صابری همچین ویژگی رو داره. هر کی یوتیوبر هستین دارین این ویژگی رو میبینین، حتما این ویژگی رو توی اخلاقیات خودتون پیاده بکنین، خیلی میتونه به رشد کانالتون کمک بکنه. و سام صابری به نظر من این قضیه رو داره به شکل بسیار عالی توی کانالش پیاده میکنه و در کل شخصیت گوگلی و باحالی هم داره. تا حالا نشیدم مثلا حاشیه چیزی داشته باشه داخل کامیونیتی یوتیوب و بچه بسیار باعشق من، واقعا دوستش دارم. اگر که استریمر دوست دارین، من سام صابری رو بهتون پیشنهادش میکنم، 100% بهتون پیشنهادش میکنم، واقعا عالیه کارش. کانال بعدی رو اگه بخوام بهتون بگم که محبوب ترین کانال یوتیوب همه، ببین عابد فکر کنم 2 سالی هست من دارم دنبال میکنم. اصلا ببین انقدر راجع به این آدم من ذوق دارم و انقدر ویژگی‌های مثبتش الان اومده تو ذهنم، من نمیدونم کدومشو بگم، به خدا قسم نمیدونم کدومشو بگم. عابد ببین بچه ها، اگه بگم ویژگی شخصیتیش که به شدت من دوستش دارم و به شدت میپرستم و به شدت بهش حسودی میشه که همچین ویژگی داره،
کودک درونشه. عابد به شدت کودک درون فعالی داره و به شدت پر انرژی و به شدت پروداکتیو. یعنی ببین، من مطمئنم این بشر توی آینده اگه همین فرمون بره جلو به چیزای خیلی بزرگی دست پیدا می‌کنه. چرا؟ چون که مثلا الان شما ببینید، مثلا تو این سن انقدر جرأت داره که اومده از کارش استعفا داده، رفته نشسته داره رو استارتاپ خودش کار میکنه. حالا بچه‌ها که برنامه نویسن دارن این ویدیو رو میبینن، چون من برنامه نویس پیجم زیاده، بچه‌ها که دارن برنامه نویسن این ویدیو رو میبینن میدونن که دنیای استارتاپ خیلی ریسکیه. مثلا تو هر جای دنیا که باشه واقعا ریسکیه بخوای استارتش بزنی. اصلا نمیدونی میگیره نمیگیره. جدا از اینکه بگیره نگیره، چالش‌های مختلفی هست که میاد جلوی پات. و این آدم انقدر مثلا همچین شخصیت بالی داره که الان رفته تو عمق ماجرا و داره کارشو پیش میبره و من واقعا به این رویش افتخار میکنم. اصلا دلیلی که من عاشق کانال عابد شدم، ببین واقعا عاشق کانال عابدم، دلیلش اینه که خیلی خاکیه در مرحله اول. در مرحله دوم واقعا کودکی درون فعالی داره و به خاطر اینکه کودکی درون فعالی داره، من اصلا با عابد احساس غریبگی نمیکنم. یعنی قشنگ عابدو قشنگ دوست خودم میدونمش. و واقعا اگر که دنبال کانتنت یک سرگرمی هستین، کانتنتی هستین که یه چیزی بهتون اضافه بکنه، چون عابد از تقریبا همه مراحل زندگیش فیلم میگیره به غیر از کارش که برنامه نویسیه، از مثلا درب درست کردن فیلم میگیره، از نمیدونم کاشی سرامیک زدن و خونهش فیلم میگیره، از همه چیش فیلم میگیره. و همه اینا هر کدوم به نحوی، هر کدوم برای یه شخصی میتونه آموزنده باشه. و به نظرم عابد رو حتما یه سر به چنلش بزنید، خیلی خوب و عالیه. دو تا چنل الان میخوام با هم دیگه معرفی بکنم بچه‌ها بهتون. این دو تا چنلی که میخوام بهتون معرفیشون بکنم، جفتشون نمیشه گفت توی سبکی هم، ولی خب مثلا جفتشون چنل آموزشی هم دیگه. یکی چنل علی بندریه که حقیقتا اسم پادکستش رو یادم نمیاد دقیقا چی بود، خیلی چنل باحالی داره. البته مطمئنم هر کسی سبک علی بندری رو دوست نداره، راوی خیلی خوبیه خب، ولی خب شاید تایتلی که مثلا برای ویدیوش انتخاب کرده هر کسی دوست نداشته باشه. اینو من زمانی متوجه شدم که دیدم یه سری از یوتیوبرهای کامیونیتی فارسی، یه سری از یوتیوبرها دیدم که این بچه‌ها خیلی سر بگم، یعنی ویدیوهای پربازیشون مثلا ویدیوهای زردشونه، خب ویدیوهایی که مثلا هیچ چیزی به اضافه نمی‌کنه. من بعد از اینکه اینو دیدم اوکی اصلا راه کلا دارم اشتباه میرم، من بعد یه خورده محتوایفانم به چنلم اضافه بکنم برای اینکه بتونه رشد بکنه. بالاخره همون به ما رشدیم دیگه. آقا چنل علی بندری به علاوه یه شخص دیگه که توی آمریکا داره زندگی میکنه، ببین من نصف معلومات زندگیمو از آریان دارم، آریان چنل آنتن و چنل چیزومیز. اگر که به محتوای علمی دوست دارین، جدا از اون دوست دارین راوی اون محتوای علمی یه شخصی باشه که انقدر باحال داستانو بیان بکنه که تو اصلا خستت نشه، من آریانو واقعا بهتون پیشنهادش میکنم. اصلا آریانو از دست ندین، خیلی خفنه، خیلی آریان خفنه و محتوای این کم داره درست میکنه تقریبا راجع به همه چیز، مثلا چیزومیز مثلا راجع به واقعا همه چیز، یعنی هر شیئی که تو داری دور و برت میبینی رو میاد اونجا بررسیش میکنه، میگه که این شیئه مثلا چطوری ساخته شده، تاریخچه‌اش چی بوده، چرا ساخته شده، کی ساختتش، جدول تناوبی عناصر رو مثلا میاد دونه دونهش رو میگه، چه خاصیتی دارن، کجا به کار رفتن. اصلا ببین علم خالص چنل آریان و بسیار راوی خوبیه. یعنی من قبلا همیشه میگفتم علی بندری بهترین راویه که تو عمرم میشناسمش، ولی آریان تونست جاشو بگیره. آریان الان از علی بندری برای من توی بخش راوی داستان رفته یک لول بالاتر و براش آرزوی موفقیت میکنم. خیلی دوست دارم آریان. اگر داریم فکر نمیکنم ویدیومو ببینه، خدایش خیلی سر شلوغه، و خب واقعا دوستش دارم، واقعا من این آدمو میپرستمش و واقعا دوست دارم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. چون میدونم مثلا یه چیزی با هم دیگه بیاریم، یه وبسایت، یه پروژه، یه استارتاپ، نمیدونم هر چیزی، واقعا من دوستش دارم و خیلی دوست دارم که باهاش ارتباط بگیرم. البته چند تا یوتیوبر هم هست تو ویدیو که می‌خواستم باهاش ارتباط بگیرم یادم رفت. خب کن دیگه بریم سراغ یوتیوبر آخر. یوتیوبر آخر رو دیگه همتون می‌شناسینش واقعا دیگه. آها می‌رفتیم دانشگاه، دانشگاه آزاد بوشهر. بعد یه رفیقم اونجا پیدا کردیم، گفت که علیرضا اصلا کم کم دیگه ما رو کشید سمت یوتیوب. اصلا اون موقع نمیتونم یوتیوب چیه، 4 سال پیش گفت علیرضا پاشو بیا تو یوتیوب و اصلا من یوتیوبری میشناسم، خیلی محتوای باحالی دارن تولید میکنن اینا. من یکی دو تا از محتوای اون یوتیوبر رو دیدم، گفتم چیه، چرت و پرت نشستن دارن دلقک بازی در میارن. بعد نمیدونم انگار اصلا یه کرمی تو بدنم بود، اون زمانم خیلی بیکار بودم، نه شغلی داشتم نه چیزی، بیکار علاف.
همینطور کرمه اومد سمتم، رفتم باز بقیه ویدیوهاشو دیدم و تقریبا اولین یوتیوبری بود که کانالشو سابسکرایب کردم و اون کسی نبود جز میاکوروش. اول چنل میاروف آره اون زمان کومار اینا نبودی یاره. آقا من چنل این بچه ها رو فالو کردم و دیدم اینقدر این دوتاش کرکتر باحالی دارن. اول از کوروش خیلی بدم میومد، ولی خب بعد رفته رفته دیدم که کوروش واقعا مکمل میاس توی ویدیو. میا درونگراست، کوروش برونگراست و این دوتا ترکیبشون واقعا خیلی چیز بال جالبی میشه. دلیل اینی که من عاشق این دوتا شدم، دمه اول ایده های خفنی بود که میساختن. ببین بچه ها، ما چند نوع یوتیوبر داریم، زیارتون مشخص بکنم. یوتیوبری که میاد محتوا رو دزدی میکنه، مثلا دارم میگم الان تو برو تو یوتیوب، تمام یوتیوبر از دم محتوای 24 ساعت غذای بیرون رو مثلا دارم، 24 ساعت توی فلان مکان رو دارم، ولی اینا هیچ وقت مثلا یه همچین تایتل هایی تولید نکردن، قشنگ خودشون بودن. میرفتم طبیعت گردی ویدیو میگرفتم، میرفتم مثلا یه چالش انجام میدادم ویدیو میگرفتم و اصلا ایده هاشون خیلی ایده های نابی بود. یه سری یوتیوبر ها هستن توی کامیونیتی فارسی که تازگی هم خیلی حاشیه درست شد بابتشون به دلایل مختلف، برای ندارم نخواد با اون حاشیه بپردازم، ولی خب نگاه میکنی مثلا نصف یوتیوب فارسی ویدیوهاشون کپیه. مثلا میاکورو شاید بتونم بگم بین بچه‌هایی که رنکینگ بالا رو دارن تقریبا میشه گفت خاص‌ترین محتوا رو دارن تولید میکنن و من واقعا به این هنرشون احترام میذارم، واقعا باحاله. مثلا ویدیو کومانو ببین، ایمان و کوروش، این دوتا مثلا خیلی قشنگ دارن هندل میکنن کارو، خیلی باحالن. و کوروش و ایمان مثلا من همیشه فکر میکنم برادرن، خب برادر نیستن و خیلی باحاله. یعنی من واقعا به چنل این دوتا آدم احترام میذارم، خیلی دارن کارشون رو با حالا قشنگ انجام میدن و امیدوارم همیشه همین اورجینالی بودن خودشون رو حفظ کنن. اصلا چه میدونم یو کسی دیگه رو نهیران قاطی ویدیوشون رو کنن. ببین باحال نمیشه این دوتا کاپل جدا از هم، سه تا کاپل هم دیگه میشه گفت سه تا، این سه تا کاپل جدا از هم، یعنی هر وقت که من دارم میبینم اینا با یه نفر دیگه دارم ویدیو میبینم، اصلا گرمی ویدیو میره کنار. یکی از دلایل دیگه هم که دوستشون دارم به خاطر درونگرا بودن میاست. میاست چون شخصیت درونگرایی داره، خیلی میتونه توی ایده پردازی ها، خیلی میتونه توی خلاقیت، خیلی میتونه توی کاری که اصلا داره انجام میده عمیق بشه و اون کار رو خیلی باحال بده بیرون. خب اینو من توی میا خیلی دوستش دارم و واقعا عاشق این شخصیت این آدمم. امیدوارم که هر که هستن شاد و موفق و پیروز باشن. تمام یوتیوبرهایی که معرفیشون کردم همشون به نوبه خودشون هنر دارن به نظر من توی کارشون. توی این یوتیوبرهایی که معرفی کردم جدی دارم میگم، اصلا میگم از اون بچه‌هایی نیستن که مثلا بیان ویدیو تولید کنن 24 ساعت توی پارکینگ، 24 ساعت توی فلان اینا. اینم به نوبه خودش برای سری افراد سرگرم کننده است، ولی برای من نیست. و این یوتیوبرایی که معرفی کردم واقعا توی بس الگو خیلی برای من الگو بودن، همیشه از محتواشون همیشه الگو میگرفتم، از بیانشون، از اینکه چطوری یک مطلب رو بیان میکنن همیشه الگو میگرفتم توی ویدیوهام و برای معرفتشون واقعا عشقه. خیلی دوستشون دارم. اگر که دارن ویدیو رو میبینن بدونید من خیلی دوستتون دارم و خیلی براتون احترام قائلم. امیدوارم که روز به روز توی زندگیتون موفق بشین و از موفقیتاتون برامون ویدیو بسازین. من اینو خیلی دوست دارم. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. مرسی که وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. بازم اگر که دوست داشتین از ما سابسکرایب بکنین، اگر که دوست داشتین از ما حمایت بکنین، خیلی ممنون میشم که کانال رو لایک بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، کانال سابسکرایب بکنید و تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شاد و موفق و پیروز باشین عزیزان.